درود بر شما دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. برخی از ویژگی ها یا مهارت های فردی ممکنه بیخود یا منفی تلقی بشند، اما در واقع نشان دهنده سطح بالای فعالیت مغزی فرد هستند. دست کم دانشمندان که اینطور فکر میکنن، حالا این ویژگی ها و مهارت ها کدام هستند؟ در این ویدیو قصد دارم برای شما از علائمی بگم که به گفته محققان نشان از هوش بالای شما دارند. برای دیدن این ویدیو با من رکسانه افشار همراه شوید. شماره 1. اغلب در مورد جزئی ترین چیزها هم نگران هستیم. دانشمندان در مطالعه‌ای از 126 دانش آموز دوره ابتدایی خواستند به پرسشنامه‌هایی در مورد اینکه معمولاً چقدر در مورد مسائل احساس نگرانی می‌کنند به شایعه‌ها توجه کنند و یا به چیزهای ناراحت کننده فکر می‌کنند جواب بدند. معلوم شد بچه‌هایی که بیشتر از بقیه نگرانی و استراب داشتند در تست هوش غیرکلامی امتیازات بیشتری کسب کردند. دانشمندان این یافته ها را ناشی از این حقیقت می دونن که اونایی که همیشه نگران و دل با پس هستند بیشتر تمایل دارن که کارها رو بهتر و درستر انجام بدند. شماره 2. عاشق خنده و شوخی هستید. یک مطالعه جالب در دانشگاه مکزیک انجام شد که در اون 400 دانش آموز تستایی در مورد توانایی‌هایشون در بحث کردن روی موضوعاتی خاص دادند. بعد از انجام تست از دانش آموزان خواسته شد برای تصاویری از کارتون‌ها کپشن‌های انتخاب کنند. این کپشن ها توسط معیارهایی ارزیابی شدند و معلوم شد 86% از دانش آموزان باهوشتر که در بالاترین امتیازها را در تست گرفته بودند، خنده‌دارترین کپشن ها را برای تصاویر انتخاب کردند. بعدن تحقیق مشابهی روی کمدین ها انجام شد و تمامی اونها در تست هوش کلامی امتیازهای متوسط به بالا کسب کردند. به گفته دانشمندان حس شوخ طبعی بر توانایی های هوشی تاثیر گذاشته و مغز و سیستم عصبی را در شرایط خوبی قرار می دهد و ما را باهوشتر می کند. شماره 3. زیادی کنجکاو هستین. دانشمندان دانشگاه روانشناسی لندن میگویند احتمال اینکه یک کودک فضول و کنجکاو برخلاف کودکی که چنین ویژگی نداره بعداً در زندگی شکل مختل بشه بسیار بیشتر است. سرپرست این تحقیقات توضیح میدهد که چگونه کنجکاوی و یک ذهن گرسنه ما رو باهوشتر میکنه. کنجکاوی باعث میشه کودک به علم و هنر به عنوان ابزارهای از درک و شناخت و ابراز وجود علاقه‌مندتر شود. در یک تحقیق دانشمندان 6000 نفر را که طی 50 سال گذشته متولد شده بودند مورد مشاهده قرار دادند. آنها دریافتند بچه‌های 11 ساله که در تست IQ نمرات بالایی گرفته بودند کنجکاوتر بودند و نسبت به تجربیات جدید در سالهای بعدی زندگی پذیراتر و مشتاق‌تر بودند. شماره 4. مثل جغدها شبها بیدار میمونید. اگه مثل جغدها شبها بیدار میمونید، احتمال اینکه هوش شما بالاتر از حد معمول باشه زیاد هست. دانشمندان علت این نظریه رو اینگونه توضیح میدن که فعالیت مغز فرد باهوش اونقدر زیاد هست که بیوریتمای عادی روزانه رو مدام به چالش میکشد. در مطالعه ای ارتباط میان هوش و عادات خواب هزاران فرد جوان مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد اکثر افراد باهوش عاشق بیدار ماندن تا دیر وقت بودند، هم در طول هفته و هم در آخر هفته ها. تحقیقات مشابه دیگه نیز همین یافته را ارائه دادند. شماره 5. زیاد راه میرید. دانشمندان آمریکایی طبق یک مطالعه آماری دریافتند که افرادی که زیاد راه میرند و از وسایل حمل و نقل استفاده چندانی نمی کنند نسبت به بقیه باهوش‌تر هستند. همچنین زیاد حواستون پرت میشه. طبق مطالعه جدید متمرکز و حواس جمع ماندن هر چقدر که برای شما دشوارتر باشه یعنی شما باهوش‌تر هستین. دانشمندان توضیح میدن تحت کنترل درآوردن سطح بالای فعالیت مغزی کار سختی هست. شماره 6. مهارت خودکنترلی خوبی دارید. افراد باهوش میتونن هیجانات ناگهانی خودشون رو کنترل کنند و در مهار احساس خود ماهر هستند. همچنین پیش از آن که دست به کاری بزنن به عواقب اون فکر میکنند.
یک مطالعه معروف این چنین بود: از افراد خواسته شد بین دو گزینه یکی رو انتخاب کنند، فوراً پول کمتری به دست بیارند یا اینکه در طول سال پول بیشتری به دست بیارند. نتایج نشان داد افرادی که پول بیشتر اما دیرتر رو انتخاب کرده بودند، به عبارت دیگه خود کنترلی بیشتری داشتند، در تست‌های گوناگون امتیازات بیشتری کسب کردند و در زندگی به موفقیت‌های بیشتری رسیده بودند. شماره 7. مدام ذره ذره چیزی میخورید. معروف است که جویدن آدامس فعالیت و تمرکز مغز رو بالا میبره، اما متاسفانه فقط به مدت 20 دقیقه. اما دانشمندان اخیراً دریافتن افراد باهوش عادت دارن مدام چیزی مزه مزه کنند. به گفته خودشون وقتی چیزی میجوند مغزشون آمادگی تجزیه تحلیل رو پیدا میکنند. شماره 8. معمولاً امروز و فردا میکنید. طبق نظریه دانشمندان، اونهایی که به راحتی بهونه جور میکنند تا از انجام کاری تفره برند، باهوشتر هستند. بیشتر افراد باهوش تمایل دارند کاری خودشون رو به تعویق بندازند و این ویژگی در بسیاری از دانشمندان معروف دیده میشود. شماره 9. چپ دست هستید. دانشمندان چپ دستی را با طرز فکر متفاوت ربط دادند، نوعی خلاقیت که به خلق ایده های جدید کمک می کند. سعی کنید بعضی از کارها را با دست چپتون انجام بدید و برعکس. این تمرین ها بخش های کاملا روشن نکرده مغز را فعال می کند. شماره 10. در طول روز گهگاه چرت میزنید. میگن که لئوناردو داوینچی خواب چند فازی داشت. او هر 4 ساعت 20 تا 30 دقیقه میخوابید. چرا او این کار رو میکرد؟ به خاطر اینکه مغز افراد باهوش به سختی کار میکنه و زود هم خسته میشه، اما سریعتر هم شارژ میشه. برای رفع خستگی و نگاه به مسائل با دیدی تازه تر، شما باید مغزتون رو مجددا شارژ کنید. برای همین دست کم 20 دقیقه چرت میزنید. دوستان عزیز، نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید و اگر هم ویدیو رو دوست داشتید فراموش نکنید لایک کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.